رود شما اینجا خوب باشه امروز تعداد کشته ها شد 107 تا تبریک میگم به این آقای حسن روحانی خدا لعنتش کنه ملت رو به کشتن دادی احمق یک آخوند احمق رو گذاشتن ریز چنبور خدا لعنت کنه این سلیبرتی های حرومزاده رو که این احمق رو گذاشتن ریز چنبور آدم نفهم رو و این وزیرای دوز رو کسیف شد این وزیر بهداشت احمقش ملت به کشتن داد جشن پایان کرونا گرفت ملت هم ول کردن متاسفانه آمار دامیره سه رقمی شده همجی دامیره بالا دروهاش هم بسیار ساده است برای کنترلش یک کار باید بکنم فقط ترسوندن مردم بس کردن جریمه برای نزدن ماسک در محیط شلوغ نه در بیرون همه جا یک در جایی که مثل بازار روز مثل پیادورا پیادروهای های های شلوغ حتما ماسک اجباری نزدنش بذارن یه میلیون تومن جریمه بعد بعد مردم بترسونن تنها راهش اینه که مردم بترسونه تا جلوی این کشتار گرفته بشه این احمق از روز که اول آمد شروع کرد به این علیکی به صلاح رویه دادن و واهی به مردم که چیزی نیست چیزی نیست نترسید و عملا کشتار زیاد کرد اونجایی که باید جلوگیری میکرد نکرد یک بار یک بار فقط یه روز یه قانون گذاشتم 500 هزار تومن برای جریمه ماشینا که داشته من شمار خوبم جواب داد زور باید بالا سر مردم باشه آقایون شما این از این نفهمیدید باید بترسونید مردم رو شما ول کردی کشور رو مردم فکر کردن کرونا تمام شده جشن پایان کرونا گرفتید و دیگه تبریک گفتید و دیگه جایزه دادید و اینجور الان آمار از اسفند و فروردین شده بیشتر روش هم بسیار ساده است همین یک کلام الان بسیار از این کشورها دارن کرونا رو جمعش میکنن مردمش خیلی همراهی کردن ماست دادن همه جا تو مترو تو اتوبوس جای بسته تو ادارات تو مغازا برای خرید ولی فضای بازی که شلوغ نباشه که هیچ اشکال نداره آخه چرا اینو زور نمیکنید شما مگه پلیس ندارید پلیس برای چی دارید بس؟ پلیس برای اینکه بیفته مردم رو سر چیزای وایتر و بیخودتر به خاطر شادی مردم رو کتک بزنه خب چرا جریمه شخصی رو وزن نمیکنید هر کس تو بازار روز تو پیاده رو در داخل اتوبوس در داخل مترو نزد یک میلیون تومن جریمه بشه بنویسی این حتی ایجام نکنید زبونی هر روز هر ساعت با تو تلویزیون بگین توی رادیو بگید و این بترسونید مردم رو حداقل واقعیت رو به مردم بگید و این واقعا آدم های نفهم یک مشت آدم نفهم که جان و مردم براشون اهمیت نداره ملت هم بیچاره اینجوری دارن قربانی میدن بسیار عادی شده دیگه این کشتار و روز بروز هم بیشتر میشه یک آدم فهمیده نیست این حکومت آیا که یه قانون وضع کنه آقا نزدن ماست در محیط های شلوغ ممنوع جریمه داره هیچ کسی این کار نمیکنه و بی بیخیال ول کردن خدا لعنت کنه این روحانی ملعون رو که با تا ست سال من فقط بشنم این حیوانه هر رومزاده رو من باید نفرین کنم امیدوارم یک اتفاقی بیافته یه خدای شعور یه عقل به مسئله جمعه اسلامی بده که بابا بترسونید مردم هیچ جایی نداره جا ترسوندن مردم زور و سختگیری و ترسوندن مردم و اجباری کردن ماسک در محیطای شلوغ این نجات میده ما رو کل کشور نجات میده و راهش هم همینه هیچ دیگه نداره این وقت میبینم که علیکی دارن سمپاشی میکنن خیابونا رو آقا سمپاشی تاثیر داره هیچ تاثیر نداره تو کشتن ویروس ها و اینا تنها راهش اینه که شما باید در محیطی که تراکم بالا هست ماسک بزنه هیچ راه دیگه نداره آدم واقعا نمیدونه چی بگه جان مردم برای این حیوونا اهمیت نداره حالا بماند فشار اقتصادی هم یک طرف مسکن یک طرف و شما چه از مردم دارید هیچ چی شما هیچ دقدقه از مردم ندارید نه امنیت روانی اجتماعی اقتصادی دارن نه حالا امنیت سلامتی هم دیگه ندارن دیگه آخر خدا لعنتشون